من به حضور شما که بحث ما در رابطه با دنباله چشم بود. ببینید، ما در رابطه با ساختمان‌های ضمیمه کره چشم صحبت می‌کردیم. ساختمان‌های ضمیمه کره چشم شامل عضلات خارجی چشم بود. یک، عضلات خارجی چشم. دو، نیام ها و سه، پلک ها. چهار، دستگاه اشکی. پنج، عروق و اعصاب. اینا رو هم رفته به نام ضمائم کره چشم میگفت. خب، در رابطه با عضلات خارجی چشم ما صحبت کردیم، اما نیام ها، ببینید، دو تا نیام ما در چشم داریم که عبارتن از: یک، نیام کره چشم. دو، نیام یا ذریع کاسه چشم. اما نیام کره چشم چیست؟ نیام کره چشم اسم دیگرش کپسول تنون هست. کپسول تنون یا نیام کره چشم یک نیامی هست که میاد سلبیه رو از خارج میپوشاند. یعنی اگر فرض بفرمایید که اینجا ما ببینید این سلبیه هست، این سلبیه باشه، ببینید این که الان من خدمت شما میکشم، نگاه کنید، این هم نیام فرض بفرمایید که کره چشم هست که میاد سلبیه رو در حقیقت از خارج میپوشاند، فقط سلبیه رو. عرضم به حضور شما که حالا از این نیام کره چشم که سلبیه رو از خارج پوشانده است، یک سری سپتوم های مشتق می شود که این سپتوم ها میاد عضلات کره چشم رو غلاف می کند. یعنی ببینید، اگر این در حقیقت که من اینجا براتون کشیدم کپسول تنون باشد، از این کپسول تنون یک ورقه های مشتق میشه، نگاه کنید اینطوری، که میاد عضلات کره چشم رو به این صورت غلاف میکنه، در خودش جای میدهد، که به این سپتوم ها غلاف عضلات کره چشم میگوییم. اما از این غلاف عضلات کره چشم، فرض کنید که یعنی یک غلاف عضله کره چشم باشد، ببینید، از این غلاف عضلات کره چشم که فرض بفرمایید که اینجا ما به این صورت کشیدیم که عضله رو در بر گرفته است، یک ربات های مشتق می شود، یک ربات های مشتق میشه به نام چک لیگامنت. چک لیگامنت یعنی ربات های کنترل کننده. عرضم به حضور شما که از این چک لیگامنت ها دو تا اهمیت زیادی دارد، یکی چک لیگامنت داخلی و دیگری چک لیگامنت خارجی. یعنی ببینید، اگر این عضله در حقیقت، این عضله که میبینید راست خارجی چشم باشه و این رو یک غلافی احاطه کرده باشد
که فرض بفرمایید نگاه کنید اینجا یه غلافی هست، از این غلاف عضله راست خارجی هم نگاه کنید اینجا یک چک لیگامنت مشتق میشه. ببینید اینجا یک چک لیگامنتی اینطوری نگاه کنید اینطوری مشتق میشه که میاد به استخوان زایگوماتیک متصل میشود، استخوان زایگوماتیک. ازم به حضور شما که از چک لیگامنت داخلی هم یک از بخوام از لیام عضله راست داخلی هم یک لیام مشتق، یک لیگامنت مشتق میشود که میاد به استخوان لاکریمال میچسبه. این میگن چک لیگامنت داخلی. خب چک لیگامنت ها کارشون این هست که نمیگذارند عضلات راست داخلی یا راست خارجی بیش از حد حرکت بکنه. یعنی اگر عضله راست خارجی بخواد کره چشم رو خیلی بیاره به سمت خارج، کنترلش میکنه، میگه آقا بیشتر از این به سمت خارج حرکت نکن. یا اگر چک لیگامنت داخلی میخواد، یا اگر کره چشم بخواد به سمت داخل بیش از حد حرکت کنه، چک لیگامنت داخلی این رو کنترل میکنه. پس این چک لیگامنت ها هم در حرکات، در کنترل حرکات چشم در حقیقت اهمیت زیادی دارن. از نیام عضله، از نیام عضله راست تحتانی و نیام عضله مایل تحتانی هم یک ساختمانی مشتق می شود، یک نیامی مشتق می شود، مثل در حقیقت نانو. نانو چیه؟ اون به اصطلاح وسیله است که بچه های نوزاد را روش میگذارن بعد تکون میدن. یعنی در حقیقت یک ساختمان شبیه نانو مشتق میشه که کره چشم در روش قرار میگیره. این نانو در سمت خارج به چک لیگامنت خارجی متصل میشه، در سمت داخل به چک لیگامنت داخلی، به کره چشم در روش قرار گرفته است. به کره چشم روش قرار داره. شما کف دستتون رو در نظر بگیرید، کره چشم رو قرار بدید روش. کف دست شما همون نانویی که من در حقیقت خدمتتون عرض میکنم است. خب عرضم به حضور شما که یا اینو به عبارت دیگر رباط آویزان کننده کره چشم هم میگوین، چون کره چشم روش قرار گرفته. پس این کپسول تنون یا نیام کره چشم یک، سطح خارجی سلبیه رو پوشن، روی قرنیه رو نمی پوشنه. دو، ازش یک نیام های مشتق شد که میاد عضلات کره چشم رو غلاف کرد، بهش میگن غلاف عضلات کره چشم. از این غلاف عضلات کره چشم سه تا ساختمان مشتق شد، چک لیگامنت داخلی، چک لیگامنت خارجی و رباط آویزان کننده کره چشم. اما دومین نیام ذریع کاسه چشم یا نیام کاسه چشم است. نیام کاسه چشم یا ذریع کاسه چشم کاملا چسبیده به اوربیت یا کاسه چشم. استخوان‌های کاسه چشم رو شما مد نظر داشته باشید، کاملا چسبیده به استخوان‌های کاسه چشم. حالا از نیام کاسه چشم یا ذریع کاسه چشم دو تا ساختمان مشتق می شود. یک، قرقره عضله مایل فوقانی چشم که در زاویه فوقانی داخلی چشم قرار میگیره، این ساختمان قرقره ای شکل است. دو، نیام کیسه اشک. خب حفره کیسه اشک کجا بود؟ در جدار داخلی کاسه چشم.
تو این حفره کیسه عشق، خب کیسه عشق قرار داشت. حالا ذریع کاسه چشم یا نیام کاسه چشم هم میاد چیکار میکنه؟ میاد کیسه عشق رو از خارج میپوشانه، بهش میگن نیام کیسه عشق. پس اینا ما دو تا نیام گفتیم، یکی نیام کره چشم، دیگری نیام کاسه چشم که در اینجا خدمت دوستان عرض کردیم. خب اما ببینید دومین ساختمانی که من اینجا فراموش کردم بگم جزء ذمایم کاسه چشم، چربی کاسه چشم است. ببینید چربی کاسه چشم در دمای طبیعی حالت نیمه مایع داره و کره چشم رو از خارج احاطه کرده، کره چشم رو. و در حقیقت این چربی میاد از کره چشم حفاظت میکنه، یعنی به عبارت دیگر میتوان گفت که بین استخوان‌های کاسه چشم و کره چشم و ساختمان‌های ضمیمه آن قرار گرفته است. خب عرضم به حضور شما که این چربی کاسه چشم. اما بعد از این ما میام وارد پلک ها میشیم. ببینید پلک ها دو عدد هستن، یکی پلک فوقانی و دیگری پلک تحتانی. خب این پلک ها متحرک هستن، یعنی حرکت میکنن. عرضم به حضور شما که این پلک ها در سمت خارج و داخل به هم میرسن و به ترتیب زاویه خارجی چشم و زاویه داخلی چشم رو ایجاد میکنن. حالا اگر ما به زاویه داخلی چشم نگاهی بیندازیم، این زاویه داخلی چشم گشادتر است نسبت به زاویه خارجی و به نام لاکریمالک یا دریاچه اشکی در حقیقت موسوم می باشد، به نام دریاچه اشکی. خب در این دریاچه اشکی ساختمان های زیر قرار گرفتن: یک لاکریمال کارنکل، لاکریمال کارنکل یعنی تکمه اشکی. تکمه اشکی یک برآمدگی قرمز رنگی است که در زاویه داخلی چشم قرار دارد. یعنی شما اگر چشم خودتون رو تا آینه نگاه بکنید یا چشم دوستتون رو هم نگاه بکنید، این لاکریمال کارنکل رو میبینید، یک برآمدگی قرمز رنگ. خب این برآمدگی قرمز رنگ از پوست، غدد چربی، غدد عرق و چند مو ساخته شده است. پس یکی لاکریمال کارنکل. دومین عنصری که ما میبینیم در لاکریمال پاپیلا یعنی پرز اشکی هست. شما اینجا میبینید پرز اشکی رو، ببینید اینجا پرز اشکی در قاعده دریاچه اشکی در حد فاصل 2/3 خارجی و 1/3 داخلی پلک ها قرار داره. پرز اشکی یعنی یک برآمدگی کوچکی است. حالا در این پرز اشکی یا لاکریمال پاپیلا اگر ما خوب نگاه بکنیم، درش ما یک سوراخ ریز میبینیم. این سوراخ ریز شروع ما
مجرای اشکی است. پس مجرای اشکی ببینید این هست، نگاه کنید اینجا، اینجا این مجرای اشکی از لاکریمار پاپیلا شروع می شود، چه در پلک فوقانی چه در پلک تحتانی، و بعد میاد اینجا، نگاه کنید، به کیسه اشک منتهی می شود که ما در دستگاه اشکی هم بهش اشاره خواهیم کرد. پس این لاکریمار لک شد یا دریاچه اشکی. اما ساختمان پلک ها، میخوام ببینید پلک ها از چه ساختمانی تشکیل شدن. از آن به حضور شما که ساختمان پلک ها رو ما اگر از سطح به عمق مورد بررسی قرار بدهیم، از سطح به عمق، ساختمان آن عبارت از هست یک پوست. خب پوست پلک ها رو که ما برداریم، میریم عمق‌تر، میرسیم به فیشیای سطحی. فیشیای سطحی در پلک ها در حقیقت فاقد چربی است. در این فیشیای سطحی چه قرار داره؟ نگاه کنید، این عضله، عضله اوربیکولاریس اوکولی قرار دارد که جزء عضلات پوستی صورت بود. و کارش چی بود این عضله؟ در عضلات پوستی صورت خدمتتون گفتن کارش این بود که پلک ها رو روی هم قرار میده و باعث بسته شدن چشم ها میشود. خب عصبش هم که عصب فیشیال بود که قبلا صحبت شده بود. خب فیشیال سطحی رو که ما برداریم، میریم عمق‌تر، میرسیم به فیشیای عمقی. فیشیای عمقی رو هم که ما برداریم، پس یک پوست رو داشتیم، دو فیشیای سطحی، سه فیشیای عمقی. فیشیای عمقی رو هم که ما برداریم، به چهارمین لایه میرسیم. چهارمین لایه چی هست؟ تارس ها و دیواره کاسه چشم. تارس ها، نگاه کنید، ساختمان های بیزی شکلی هستند. نگاه کنید اینجا، این در پلک فوقانی، این در پلک تحتانی، که از الیاف فیبروزی متراکم ساخته شدند، یعنی از کلاژن ساخته شدند. این تارس ها، یعنی تارس فوقانی و تارس تحتانی، در گوشه داخلی و گوشه خارجی چشم به هم میرسن و ایجاد ربات های پلکی داخلی و ربات پلکی خارجی را میکنن. پس این شد تارس. اما دیواره کاسه چشم چیست؟ این دیواره کاسه چشم است. اوربیتال سپتوم، یک ورقه نیامی است از جنس بافت همبند متراکم، یعنی از جنس بافت فیبروزی، که می‌بینید از تارس ها شروع میشه و میاد به قاعده کاسه چشم متصل میگردد، هم در پلک فوقانی هم در پلک تحتانی. منتها اینجا نیام کاسه، ببخشید، اوربیتال سپتوم رو در پلک فوقانی به ما نشون داده. این در پلک تحتانی هم هست، یعنی از تارس تحتانی شروع میشه، میاد به قاعده اوربیت در پایین متصل میشه. خب این چهارمین لایه شد. میره عمق تر به پنجمین لایه پلک ها میرسیم. پنجمین لایه پلک ها شامل کانجانکتیوا، یعنی ملتهمه است.
یعنی ملتهمه هست. ملتهمه یک پرده مخاطی است، یک پرده مخاطی است. نگاه کنید اینجا میبینید که اینجا به رنگ قرمز به ما نشون داده، یک پرده مخاطی است که سطح عمقی پلک‌ها رو میپوشونه، یعنی عمق ترین لایه پلک‌هاست میپوشونه. وقتی که پوشانید از سطح عمقی پلک ها منعطف میشه بر روی چی؟ بر روی نیام کره چشم، یعنی بر روی کپسول تنونی که سطح خارجی صلبیه رو پوشونده. پس بر روی نیام کره چشم منعطف میشه و میاد تا حاشیه قرنیه ادامه داره. وقتی که به حاشیه قرنیه رسید تبدیل به دو لایه بافت پوششی میشه که این دو لایه بافت پوششی میاد سطح قدامی قرنیه رو میپوشونه. پس بر این اساس ملتهمه خودش شامل سه قسمت است. یک ملتهمه پلکی که همون قرمز رنگ است، یعنی غیر شفاف است و شما میبینید. دو بنبست ملتهمه جایی است که ملتهمه از پلک ها منعطف میشه بر روی چی؟ کپسول تنون، نیام کره چشم. و سه ملتهمه کره چشمی که آمده بر روی نیام کره چشم قرار گرفته و شفاف هست. چرا شفاف هست؟ چون شما میبینید برای که کره چشم رو در زیرش یا در عمقش کاملا میبینید، یعنی مثل یک پلاستیک هست، مثل یک شیشه، شفاف هست. و گفتیم وقتی که این ملتهمه به قرنیه میرسید تبدیل به دو لایه بافت پوششی میشود. پس قرنیه به طور مستقیم در تماس مستقیم با محیط نیست، پشت دو لایه بافت پوششی پوشنده که از ملتهمه مشتق شده است. پس بنابراین حالا علاوه بر این ساختمان هایی که ما خدمت دوستان عرض کردیم، پلک فوقانی یک ساختمان اضافی هم دارد که در پلک تحتانی نیست و آن نیام عضله بالا برنده پلک فوقانی است. نگاه کنید این نیام عضله بالا برنده پلک فوقانی که شما در اینجا میبینید، این نیام رو شما در یا این عضله رو در پلک تحتانی که نداریم. خب ببینید این نیام اینجای نگاه کنید اینجا این نیام عضله بالا برنده پلک فوقانی است. ارزم به حضور شما که پس اینم ملتهمه شد. اما ببینید آن چیزی که از نظر بالینی برای پلک ها اهمیت دارد همان ملتهمه است. خب ملتهمه ممکن است دچار چه مشکلاتی بشود؟ التهاب ملتهمه، یعنی ملتهمه دچار التهاب بشود که بهش میگن کانجانکتیویتیس، که این شایع ترین بیماری چشم هم در حقیقت محسوب میشه. خب التهاب ملتهمه ممکن است یا ویروسی باشد، یعنی به اصطلاح غیر عفونی باشد، یا عفونی باشد،
یعنی میکروبی باشه، باکتری باشه. در غیر عفونی علتش ممکن است حساسیت های فصلی یا حساسیت های به مواد باشه. فرض کنید باید بعضی به واتکس حساس هست، میاد ملتهمه رو در حقیقت دچار التهاب میکنه. این رو میگن چی؟ حساسیت یا التهاب غیر عفونی. یا ممکن است التهاب ملتهمه منشأ عفونی داشته باشه. منشأ عفونی داشته باشه یعنی ممکن است یا ویروسی باشد یا باکتری باشد، که من فکر کنم در کلام اول من یک اشتباهی کردم، من گفتم که غیر عفونی یا ویروسی، نه ویروسی هم جزو همون عفونی در نظر میگیرن. غیر عفونی وقتی ما میگیم یعنی حساسیت ها به فصل، مثلا در بهار، یا به مواد، مثل حساسیت به واتکس، حساسیت به اتکلون، امثال اینها باشه. اما وقتی میگیم علت عفونی یعنی منشأش ممکن است ویروسی باشه مثل سرماخوردگی یا باکتری باشد. از آن به حضور شما یکی از اون بیماری هایی که معمولا در ملتهمه خیلی هم معروف است، خیلی هم معروف است، تراخم هست. شما اسم تراخم رو شنیده اید. تراخم در حقیقت وقتی ما میگیم آقا یک نوع عفونت ملتهمه است، یعنی ملتهمه دچار عفونت میشه، بعد ملتهم میشه و در روی آن یک سری جودانه های به صلاح چرکی یا جوش های شبیه دانه دانه بر روی ملتهمه پرکی، ملتهمه کره چشمی و بعد بر روی اون ملتهمه‌ای که تبدیل به دو لایه بافت پوششی شده بود و قرنیه رو پوشانده بود ایجاد میشه. و اگر درمان نشود شخص ممکنه بیناییشو از دست بدهد. عامل این به صلاح تراخم یا عامل این بیماری تراخم چی است؟ یک باکتری است که بهش میگن باکتری کلامید، اگر اشتباه نکرده باشه. پس بنابراین این هم در حقیقت مسئله التهاب ملتهمه که خیلی اهمیت داره، شما ممکن است خیلی جاها اینو ببینید. نکته دیگری که در رابطه با پلک ها هست، ببینید افرادی که دچار فلج بلز میشن، یعنی عصب فیشیال اونها فلج میشه، بعد عضلات پوستی صورت فلج میشه. یکی از اون عضلات پوستی صورت ما چی هست؟ عضله اوربیکولاریس اوکولی هست، خدمت دوستان عرض کردیم. این هم اگر فلج شد دیگه پرک ها روی هم قرار نمیگیره، یعنی چشم بسته نمیشود. وقتی که چشم بسته نشد چه اتفاقی میفته؟ خب قرنیه ما، کره چشم ما خشک میشه. چشم شب و روز باز باشه این حالت ممکنه ایجاد بشه. اگر کره چشم ما خشک شد، قرنیه خشک شد، زخم در کره چشم ایجاد میشه و شخص باز ممکنه از نظر بینایی دچار مشکل بشه. اما ساختمان دیگری که جزو ساختمان زوایم کره چشم بود دستگاه اشکی است. دستگاه اشکی شامل ساختمان های زیر هست: یک، قده اشک و مجاری آن. قده اشک و مجاری آن، شما یه قده اشک هست نگاه کنید. دو،
مجاری اشکی، 3 کیسه عشق، 4 مجرای ناز و لاکریما. که ما تک تک صحبت میکنم. اما قده عشق، ببینید این الان قده عشق هست که شما ملاحظه میفرمایید. خب قده عشق رو به 2 قسمت تقسیم میکنن. یکی قسمت کاسه چشمی، یعنی قسمتی از قده عشق که در حفره قده عشق قرار دارد. حفره قده عشق در کجا بود؟ در قسمت قدامی خارجی سقف کاسه چشم. دوم قسمت قده عشق، نگاه کنید این قسمت هست، قسمت پلکی هست که در زخامت پلک فوقانی بین نیام عضله بالا برنده پلک فوقانی و تارس فوقانی است و تارس فوقانی است. منتها این دو قسمت از هم جدا نیستند، از هم جدا نیستند و به هم وصل می شدند. نگاه کنید این الان قسمت کاسه چشمی قده عشق هست، اینم قسمت پلکی هست، با هم متصل هست. خب این قده عشق خودش دارای یک سری مجاری بر روی خودش هست که وقتی که قده عشق عشق رو تولید میکنه، توسط این مجاری عشق رو وارد بنبست ملتهمه فوقانی میکند. بنبست ملتهمه فوقانی کجا بود؟ جایی که ملتهمه از پلک فوقانی منعطف میشد بر روی نیام کره چشم. خب عصب قده عشق چیست؟ قده عشق 2 عصب داره، یکی حسی و دیگری پاراسمپاتیکی یا حرکتی. حسیش که از عصب لاکریمال هست که بعدا خدمت دوستان عرض میکنیم، عصب لاکریمال خود شاخه از عصب افتالمیک هست، عصب افتالمیک هم شاخه از عصب تریجیمینال هست. اما پاراسمپاتیک این عصب که باعث ترشح قده عشق میشود، از پاراسمپاتیک عصب فیشیال هست، عصب زوج هفت. شریانش چیه؟ شریان لاکریمال هست، شریان قده که شاخه از شریان افتالمیک هست. خب قده توسط پاراسمپاتیک یعنی عصب فیشیال شروع به ترشح می، عشق رو میریزه تو بنبست ملتهمه فوقانی و بعد وقتی ما پلک ها رو روی هم میزنیم، این عشق در سطح کره چشم پخش میشود. در سطح کره چشم که پخش شد، نگاه کنید، پخش میشه، میاد سطح کره چشم رو مرطوب میکنه، مرطوب میکنه. یعنی کار اصلی عشق این هست که سطح کره چشم رو مرطوب کنه، برای گریه کردن نیست، برای مرطوب کردن کره چشم هست. چرا؟ چون اگر کره چشم مرطوب نباشه، سطح کره چشم خشک میشه و زخم میشه، کره چشم از بین میره و شخص کور میشه. حالا همونطور که ما پلک میزنیم عشق در سطح کره چشم پخش شد، اضافیش میاد به کجا؟ میرسه به مجاری اشکی. پس دومین ساختمان دستگاه اشکی مجاری اشکی هستند. خب این مجاری اشکی همونطور که خدمت دوستان عرض کردیم، نگاه کنید اینجاست، از لاکریمال پاپیلا که در حد فاصله 2/3 خارجی و 1/3 داخلی پلکا هست شروع میشه
نگاه کنید، وقتی که شروع شد میاد به کجا متصل میشه؟ میاد متصل میشود به کیسه اشک. پس اشک از کره چشم آمد به سمت دریاچه اشکی، یعنی زاویه داخلی چشم، از طریق مجرای اشکی یا مجاری اشکی آمد وارد کیسه اشک شد، اضافیش. کیسه اشک پس سومین ساختمان دستگاه اشکی کیسه اشک است. کیسه اشک یک کیسه است که در حفره کیسه اشک قرار گرفته و اشک رو در خودش ذخیره میکنه. خب این اشک ذخیره از کیسه اشک کجا میاد؟ میاد وارد مجرای ناز و لاکریمال میشود. خب بعد این اشک از طریق مجرای ناز و لاکریمال که شما در مبحث استخوان شناسی جمجمه خوندید، میاد وارد معاطوس تحتانی بینی میشه و در حقیقت همون آب بینی رو تشکیل میده. این آب بینی که ما ازش بدمون میاد، خب قسمت اعظمش از اشک هست، از ترشحات مخاط بینی هست که بشه آب بینی. خب پس بنابراین پس مجرای ناز و لاکریمال هم جزو ساختمان دستگاه اشکی هست. پس این شد دستگاه اشکی. حالا نکته مهمی که اهمیت داره این هست که ببینید بعضی مواقع مجرای ناز و لاکریمال مسدود هست. حالا این ممکنه علت مادرزادی داشته باشه یا علت اکتسابی داشته باشه. در حال اگر مجرای ناز و لاکریمال مسدود باشه، دیگه اشک در کیسه اشک جمع میشه، از طریق مجرای ناز و لاکریمال وارد حفره بینی یا معطوس تحتانی بینی نمیشود. خب اشک کیسه اشک بزرگ میشه و فشار میاره به کره چشم. بزرگ شدنش همراه با عفونت هست، همراه با چرک هست و در نتیجه باز به کره چشم ما صدمه میرساند. خب بعد چیکار کرد؟ بعد مجرای ناز و لاکریمال رو باز کرد. خب در بچه ها اگر با این انصراف در بچه ها باشد، از طریق سون زدن به مجرای ناز و لاکریمال، مجرای ناز و لاکریمال ما باز میشه. اما اگر در بزرگ سالان این انصداد باشه، این مقدار کار رو مشکل میکنه و رفع انصداد به این راحتی امکان پذیر نیست. پس بنابراین این هم شد دستگاه اشکی ما. ارزم به حضور شما حالا علاوه بر اونها، خود قده اشک هم بعضی وقتها دچار التهاب می شود. وقتی دچار التهاب شد بزرگ میشه و باز ممکنه به کجا فشار بیاره؟ به کره چشم ما فشار بیاره. خب اما وارد عروق و اعصاب چشم می شویم، شریان چشم. درباره عروق چشم اول صحبت میکنیم. عروق چشم شامل شریان و ورید می باشد. اما شریان چشم یا شریان افتالمیک، خب عرضم به حضور شما که شریان چشم یا شریان افتالمیک شاخه ای از شریان کاروتید داخلی هست. شاخه ای از شریان کاروتید داخلی هست که شما در اینجا ملاحظه میکنید. ببینید این الان شریان کاروتید داخلی ماست. این ازم به حضور شما که اینم شریان
ببینید این شریان کاروتی داخلی، اینم شریان افتالمیک. ما نگاه کنید اینجا. خب شریان افتالمیک پس بنابراین از شریان کاروتید داخلی در داخل جمجمه جدا میشه. وقتی که جدا شد در ابتدا در زیر و خارج شریان، ببینید اینجا وقتی که جدا شد این هست دیگه، ابتدا در زیر و خارج عصب اپتیک هست. این الان عصب اپتیک با، نگاه کنید، در زیر و خارج عصب اپتیک قرار داره. بعد همراه با عصب اپتیک از سوراخ اپتیک از جمجمه میاد وارد کاسه چشم میشه. ببینید اینجا دیگه وارد کاسه چشم شده. وقتی که وارد کاسه چشم شد از بالای عصب اپتیک به سمت داخل میرود، از بالای عصب اپتیک و از زیر عضله رکتوس فوقانی، از بالای عصب اپتیک و از زیر عضله رکتوس فوقانی رفت به سمت داخل، یعنی به سمت جدار داخلی کاسه چشم. وقتی که به جدار داخلی کاسه چشم رسید، اینجا میبینید جدار داخلی کاسه چشم هست دیگه، از بین عضله مایل فوقانی و راست داخلی میاد به سمت جلو، نگاه کنید میاد به سمت جلو. تا برسد به زاویه فوقانی داخلی کاسه چشم، اینجا در انتها یا در این زاویه به دو شاخه انتهایی تقسیم می شود، یکی شریان سوپرا تروکلار که شما در اینجا می بینید، شریان سوپرا تروکلار این هست، و شریان پشتی بینی به دو شاخه انتهایی تقسیم شد، سوپراتروکلار و پشتی بینی. خب این مسیر شریان افتالمیک بود. اما شریان افتالمیک دارای چه شاخه هایی است؟ شاخه هایی که ما برای شریان افتالمیک داریم عبارتن از یک شریان مرکزی شبکیه، شریان مرکزی رتینا. وقتی که شریان افتالمیک توی جمجمه هست، یعنی هنوز وارد کاسه چشم نشده، از شریان افتالمیک جدا میشه، میاد توی در عمق غلاف عصب اپتیک قرار میگیره. این عصب اپتیکه، نگاه کنید، در عمق غلاف عصب اپتیک، غلاف عصب اپتیک هم عصب اپتیک از خارج احاطه کرده امینه، ضربه خود عصب اپتیکه، این هم غلافش، میاد در عمق غلاف عصب اپتیک قرار میگیره، در عمق غلاف یعنی در حقیقت توی عصب اپتیک هست دیگه، در عمق غلاف عصب اپتیک میاد به سمت جلو تا برسد حدود 1 سانتی متری کره چشم. این کره چشم دیگه، 1 سانتی متری کره چشم. در اینجا دیگه میاد وارد زخامت عصب اپتیک میشه، وارد زخامت عصب اپتیک میشه. پس ببین نگاه کنید، شریان مرکزی رتینا ابتدا توی غلاف عصب اپتیکه، بعد اومده توی زخامت عصب اپتیک، بر ما دسترسی بهش اصلا نداریم، تا برسد توی زخامت عصب اپتیک. وقتی وارد شد میاد همراه با عصب اپتیک وارد لایه های کره چشم میشه، از اولین لایه دومین لایه عبور میکنه، میرسه به سومین لایه یعنی شبکیه.
وقتی که به شبکیه رسید در اپتیک دیسک، در اپتیک دیسک شبکیه، در اپتیک دیسک شبکیه نگاه کنید، یعنی در اینجا اپتیک دیسک شبکیه، یعنی در اینجا به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم میشه. این شاخه فوقانی، اینم شاخه تحتانی. هر شاخه خود به دو شاخه داخلی یا نازال و شاخه خارجی یا تمپورال تقسیم می شود. پس دو تا شاخه در بالا، دو تا شاخه در پایین تقسیم. این شاخه میان چیکار میکنه؟ قسمت بینایی شبکیه رو، یعنی تا شبکیه رو، تا اورا سراتا در حقیقت خون میده. حالا ببینید این شاخه های شریان مرکزی شبکیه در شبکیه هیچ گونه آناستومازی با هم نداره که مثلا اگر بگیم شاخه تمپورال اگر فلج شد، از میخوام مسدود شد، از طریق شاخه نازال توش خون میاد. نه، هم چیزی نیست. هر کدوم از این شاخه اگر به دلایلی انصداد پیدا کرد، همون قسمت شبکیه از نظر خون رسانی محروم میشود، خون بهش نمیرسه. مثلا اگر شاخه تمپورال در بالا فلج شد، قسمت فوقانی خارجی شبکیه بهش خونی نرسیده، ما دیگه چی؟ در سمت بالا و خارج رو نمیتوانیم ببینیم، نمیتوانیم. و در حقیقت طبق تجربه نشون داده که الکل یکی از مهمترین موادیست که میتونه بر انسداد شریان مرکزی شبکیه تأثیر گذار باشه. خب در همین دوران کرونا هم بعضا الکل زیاد خوردن، گفتن آقا این الکل میاد چیکار میکنه؟ کرونا رو در داخل بدن ما از بین میبرد، که خیلی از اونها یا فوت کردن یا بیناییشون رو از دست دادن. خب دوم شاخه‌ای که ما داریم برای شریان افتالمیک، دوم شاخه، مابقی شاخه‌ها در داخل کاسه چشم از شریان افتالمیک جدا می‌شود. فقط شریان مرکزی شبکیه بود که در جمجمه جدا شد، مابقی در کاسه چشم جدا می‌شود. خب عرضم به حضور شما که دومین شاخه‌ای که ما داریم برای شریان افتالمیک شریان لاکریمال هست. نگاه کنید این شریان که در داخل کاسه چشم از شریان افتالمیک جدا میشه، وقتی که جدا شد در جدار خارجی کاسه چشم از بالای عضله رکتوس خارجی میاد به سمت جلو، تا برسد به قده اشک، وارد قده اشک میشه، به قده اشک خون میدهد. شاخه های به نام شاخه های پرکی خارجی هم ازش جدا میشود که به قسمت خارجی پرک ها خون میده. پس نگاه کنید شریان لاکریمال هست که اینجا قطع کردن، ولی مسیرش میاد تا اینجا میاگونه. خب این دو تا شاخه. سوم شاخه شاخه های عضلانی هست، یعنی شاخه هایی که میاد وارد عضلات کره
عضلات اکسترنسیک چشم میشه، شاخه‌های عضلانی. چهارمین شاخه شاخه‌های مژگانی هستند یا شریان‌های مژگانی. این شریان‌های مژگانی رو ما به سه دسته تقسیم میکنیم. الف، شریان مژگانی خلفی بلند، یعنی اینا نگاه کنید این. که دو تا هستن، یک که در طرفین عصب اپتیک قرار دارن، وقتی که از شریان افتالمیک جدا شد نگاه کنید، از اطراف عصب اپتیک میاد به سمت جلو، سلبیه رو سوراخ میکنن. وقتی که سلبیه رو سوراخ کردند میاد بین اولین و دومین لایه کره چشم به سمت جلو میاد تا برسن به قرنیه. وقتی که به قرنیه رسیدن به شرائین مژگانی قدامی اونجا آناستوموز میدن و در حقیقت برای ما شبکه یا حلقه شریانی بزرگ عنبیه رو میسازن که از این حلقه شریانی بزرگ عنبیه شاخهای جدا میشه که بیره به مردمک چشم و حلقه شریانی کوچک عنبیه رو میسازن. پس شرائین مژگانی خلفی بلند الف شد، به شرائین مژگانی خلفی کوتاه که به تعدادشون زیاد هست، نگاه کنید اینا. وقتی که از شریان افتالمیک جدا شدن در اطراف عصب اپتیک میان به سمت جلو، سلبیه رو سوراخ میکنن، وارد مشیمیه میشوند. به مشیمیه میگفتیم پرده رنگ دانه ای عروقی، چون شرائین مژگانی خلفی بلند و کوتاه توش میان به سمت جلو. جیم، شرائین مژگانی قدامی. شرائین مژگانی قدامی رو اینجا به ما نشون داده نشده. خب این شرائین مژگانی قدامی میان از سوراخ‌های مژگانی قدامی که در قسمت قدامی سلبیه بود وارد کره چشم میشن، در اطراف آریس با شرائین مژگانی خلفی بلند آناستوموز میشن و قوس شریانی بزرگ آریس یا عنبیه رو میسازن. پس چهارمین دسته ما شرائین مژگانی بود که خودشون به سه دسته تقسیم شد. پنجمین شاخه ای که ما داریم نگاه کن این شریان هست، شریان سوپرا اوربیتال. نگاه کنین از شریان افتالمیک وقتی که جدا شد از بالای عضله بالا برنده پلک فوقانی میاد به سمت جلو، نگاه کنین میاد به سمت جلو، از طریق سوراخ سوپرا اوربیتال عبور میکنه، وارد پیشانی میشود و پوست و عضلات ناحیه پیشانی رو در حقیقت خون میدهد. خب شریان دیگری که ما داریم، ششمین شریان، این شریان است، نگاه کنید، شریان اتموئیدال خلفی که از طریق مجرای اتموئیدال خلفی که در جدار داخلی کاسه چشم بود، باز مفصل استخوان خونده دیرو، میاد وارد چی میشه؟ سینوس های اتموئیدال خلفی میشه، به سینوس های اتمویدار خلفی و سینوس اسفنوید خون میدهد. هفتمین شاخه شریان اتمویدار قدامی هست
که باز از طریق مجرای اتموئیدال قدامی که باز در جدار داخلی کاسه چشم است میاد، در حقیقت وارد چی میشه؟ باز میاد وارد در حقیقت سینوس های اتموئیدال قدامی، میانی و فرونتال میشود، به این سینوس ها خون میده. شایان دیگری که ما داریم شرائین پلکی داخلی است که اینجا به ما نشون نداده، که میان وارد قسمت داخلی پلک فوقانی و تحتانی می شود. نام شاخه شرائین مننژیال هست که از شریان افتالمی که جدا شد از طریق شریان که از طریق شکاف کاسه چشمی فوقانی که در سقف کاسه چشم بود میاد وارد مننج می شود. اما شاخه دهم شریان فوق قرقره‌ای سوپرا تروکلار که جزو شاخهای انتهایی شریان بود، شریان سوپرا تروکلار، این شریان همراه با عصب همنامش از زاویه فوقانی داخلی کاسه چشم خارج میشه و میاد وارد قسمت تحتانی پیشانی میشه و پوست و عضلات ناحیه فرونتال رو در حقیقت خون میدهد. و آخرین شریان این شریان سوپرا این شریان سوپرا تروکلار هست. اما آخرین شاخه این نگاه کنید شریان پشتی بینی هست. این شریان هم از زیر قرقره عضله ماید فوقانی، یعنی در حقیقت اون زاویه فوقانی داخلی کاسه چشم میاد، از کاسه چشم خارج میشه، میاد وارد پشت بینی میشه. خب در پشت بینی شریان پشتی بینی با قسمت انتهایی شریان فیشیال آناستموز میده. خب شریان فیشیال شاخه ایست از شریان کاروتید خارجی، شریان پشتی بینی شاخه ایست از شریان افتالمیک، افتالمیک هم شاخه ایست از شریان کاروتید داخلی. پس آناستموز بین شریان پشتی بینی و شریان فیشیال را در گوشه داخلی چشم بهش میگن آناستموز بین شریان کاروتید داخلی و کاروتید خارجی، که باز این آناستموز هم در رد و بدل کردن خون بین شریان کاروتید داخلی و خارجی اهمیت دارد. اما ایشش شاخه های شریان افتالمیک که فکر کنم حدود 11 شاخه داشت. اما ورید های افتالمیک، ما شکلی از ورید های افتالمیک نداریم، ما دو تا ورید افتالمیک داریم، ورید افتالمیک فوقانی در بالای عصب اپتیک هست، ورید افتالمیک تحتانی در پایین عصب اپتیک هست، که شاخه های وریدی همراه و همنام شاخه های شریانی افتالمیک رو جمع آوری میکنه. بعد این وریدهای افتالمیک میاد از طریق شکاف اوربیتال فوقانی وارد کاسه چشم میشوند و به سینوس کاورنوس تخلیه میگردن. سینوس کاورنوس کجا بود؟ ناودان سینوس کاورنوس که در طرفین سطح فوقانی تنه استخوان اسفنوئید بود.
اونجا در حقیقت تخلیه می شود. مهمترین نکته بالینی که ما برای عروق چشم داریم، خب یکی شریان مرکزی شبکیه بود خدمت دوستان عرض کردیم که اهمیتش چی بود، انسدادش چی رو باعث می شود، و دیگر خود انسدادهای شریان ها و وریدهای افتالمیک، ورید ها و شریان افتالمیک هست که اینها ممکن است در اثر عواملی دچار انسداد بشوند. و وقتی که دچار انسداد شد، برای خونرسانی به کره چشم به قسمت های مختلف که عرض کردیم مختل خواهد شد و اسکیمی در کره چشم ایجاد خواهد کرد. خب اما اعصاب چشم باید مبحث اعصاب میشه. خب اعصابی که ما برای چشم داریم به دو دسته تقسیم میشوند، یا اعصاب حسی، یک اعصاب حسی، دو اعصاب حرکتی. خب اعصاب حسی چشم رو باز به دو دسته تقسیم میکنیم، یا حس ویژه یعنی بینایی که عصبش همون عصب اپتیک یا بینایی است، دو حس عمومی اعصابی که ما برای حس عمومی چشم داریم در حقیقت همان عصب افتالمیک است که شاخه ای از عصب تریجمینال است. اما عصب اپتیک یا عصب بینایی عصبی است که مربوط به حس بینایی است. خب شما در اینجا این عصب اپتیک رو میبینید. این عصب اپتیک آکسون نورون های گانگلیونیک شبکیه هست که این آکسون ها در صفحه اپتیک تجمع پیدا میکنن و تشکیل عصب اپتیک رو میدن. این عصب اپتیک همونطور که شما میبینید بعد از کره چشم خارج میشه، میاد در کاسه چشم به سمت عقب، از طریق سوراخ اپتیک که در رأس کاسه چشم قرار داره وارد جمجمه میشه و در ناودان اپتیک قرار میگیرد، ناودان کیاسمای بینایی به عبارت دیگر. در ناودان کیاسمای بینایی حدود 53% از الیاف این عصب با عصب طرف مقابل تقاطع میکنه و کیاسمای بینایی رو میسازه و به طرف مقابل میره. اما 47% از الیاف عصب اپتیک تقاطع ندارد و همراه با 53% از الیاف عصب اپتیک طرف مقابل با هم مخلوط میشن و به مراکز بینایی که در مغز قرار دارند میروند. یعنی میرن به جسم زانویی خارجی و جسم زانویی خارجی میرن به لوب اکسیپیتال مغز که مربوط به بینایی است. خب طول عصب اپتیک حدوداً 4 سانتی‌متر هست که 2.5 سانتی‌متر آن همونطور که میبینید در کاسه چشم هست، 0.5 سانتی‌متر آن در سوراخ اپتیک هست، 1 سانتی‌متر هم توی جمجمه
در ناودان کیاسمای بینایی است. مهمترین نکته‌ای که از نظر بالینی برای عصب اپتیک است، نوریت عصب بینایی است. یا اپتیک نیورایتیس، یعنی عصب اپتیک که ما دچار التهاب میشه، که نتیجه این التهاب در حقیقت کاهش دید، کاهش بینایی و حساسیت نسبت به نور است. پس این شد عصب اپتیک. اما عصبی که مربوط به حس عمومی چشم هست، عصب افتالمیک هست. عصب افتالمیک، عصب افتالمیک در حقیقت همانطور که میدونید کوچکترین شاخه عصب تریجیمینال هست. عصب تریجیمینال سه تا شاخه داره دیگه: یک ماگزیلری، دو مندیبولار، سه افتالمیک. پس افتالمیک کوچکترین شاخه عصب تریجیمینال هست. خب شما ملاحظه میکنید این عصب افتالمیک وقتی که از گانگلیون عصب تریجیمینال جدا شد، گانگلیون عصب تریجیمینال کجاست؟ در سطح قدامی پتروس هست. این هم عصب افتالمیک، یکی شاخش. ارزم به حضور شما که این عصب ماگزیلاری دومین شاخش و این هم عصب مندیبولار سومین شاخش. وقتی که از عصب افتالمیک وقتی که از گانگلیون تریجیمینال جدا شد، میاد به سمت جلو. خب وقتی که به سمت جلو آمد، در ابتدا در زیر عصب زوج 6 و 4 قرار داره. در زیر عصب زوج 6 و 4 هست. نگاه کنید که الان عصب زوج 4 هست، شما در اینجا میبینید، بیاد به سمت جلو. نرسیده به شکاف اوربیتال فوقانی به سه تا شاخه تقسیم میشه. نگاه کنید، به سه تا شاخه تقسیم میشه. پس میبینید عصب افتالمیک وقتی که از گانگلیون عصب تریجیمینال جدا شد، در جدار خارجی ناودان سینوس کاورنوس در زیر عصب زوج 6 و 4 میاد به سمت جلو. نرسیده به شکاف اوربیتال فوقانی به سه شاخه تقسیم می شود که این شاخه ها از خارج به داخل عبارتند: یک عصب لاکریمال، خارجی ترین شاخه، دو عصب فرونتال، شاخه میانی، و سه عصب ناز سلیری که داخلی ترین و عمقی ترین شاخه عصب افتالمیک هست. نگاه کنید، این هست ناز سلیری که از زیر عضله بالا برده پلک فوقانی قرار گرفته. نگاه کنید اینجا، این نیست داری به شما دیگری، یه عصب زوج 4 هست. خب حالا این عصب افتالمیک پس دارای سه تا شاخه، دارای سه تا شاخه بود: یک عصب لاکریمال، دو عصب فرونتال، سه عصب ناز و سلیری. عصب لاکریمال وقتی که از عصب فرونت افتالمیک جدا شد، وقتی که از عصب افتالمیک جدا شد، میاد به سمت جلو.
از قسمت خارجی شکاف اوربیتال فوقانی وارد کاسه چشم میشه. در کاسه چشم همراه میشود با شریان لاکریمال، همراه با شریان لاکریمال هست. بعد در جدار خارجی کاسه چشم همراه با شریان لاکریمال از بالای عضله راست خارجی چشم، یعنی عضله راست خارجی چشم هست، میاد به سمت جلو، نگاه کنید، میاد به سمت جلو تا برسد به قده اشک، وارد قده اشک میشه، حس قده اشک رو تامین میکنه و شاخه های هم به قسمت داخلی به قسمت خارجی پلک فوقانی میده، در قسمت خارجی پلک فوقانی رو هم حس میده. پس قده اش رو استاد، قسمت خارجی پلک فوقانی رو استاد. دوم شاخه عصب افتالمیک، عصب فرونتال هست، شاخه میانی. حالا ببینید از طریق شکاف اوربیتال فوقانی باز وارد کاسه چشم. در کاسه چشم نگاه کنید، اینجا در بالای عضله بالا برنده پلک فوقانی هست. یعنی ما همین که سقف کاسه چشم رو برداریم، قسمت افقی استخوان فرونتال رو برداریم، زیرش اولین عنصری که ما ببینیم چی هست؟ این عصب فرونتال هست. پس عصب فرونتال در بالای عضله بالا برنده پلک فوقانی میاد به سمت جلو، نگاه کنید، و به دو شاخه تقسیم می شود، یک سوپرا اوربیتال، دو سوپرا تروکلار. سوپرا اوربیتال از طریق سوراخ سوپرا اوربیتال میاد از کاسه چشم خارج میشه، وارد پیشانی میشه، پوست پیشانی رو حس میده، به پوست و ملتهمه پلک فوقانی هم شاخه هایی میدهد، یعنی ملتهمه و پلک فوقانی رو هم حس میدهد. اما عصب سوپرا تروکلار از زاویه فوقانی داخلی چشم، از کاسه چشم خارج میشه، وقتی که از کاسه چشم خارج شد میاد قسمت داخلی پلک فوقانی و پوست قسمت تحتانی پیشانی رو در حقیقت حس میده. سومین شاخه یا داخلی ترین شاخه عصب افتالمیک، عصب ناز و سدیری. گفتیم که داخلی ترین و عمقی ترین شاخه عصب افتالمیک هست. شما در اینجا ملاحظه می کنید، نگاه کنید، وقتی که از عصب افتالمیک جدا شد از قسمت داخلی شکاف اوربیتال فوقانی میاد وارد کاسه چشم میشه. وقتی که وارد کاسه چشم شد از زیر عضله بالا برنده پلک فوقانی و راست فوقانی و از بالای عصب اپتیک میاد به سمت داخل تا برسد به جدار داخلی کاسه چشم. در جدار داخلی کاسه چشم همراه با شریان افتالمیک می باشد و در بین عضله مایل فوقانی و راست داخلی
قرار داره. خب شما میبینید بعد این عصب ناز سلولی نگاه کنید از طریق مجرای قرار داره. اما در جدار داخلی کاسه چشم میدونید میاد به سمت جلو همراه با شریان چی؟ افتار میدید بین از طریق توس داخلی و مایل فوقانی. خب اما عصب ناز و سلیری دارای چه شاخه هاییست؟ خب اگر این عصب ناز و سلیری باشه شاخه هایی که ما براش داریم، یک شاخه های گانگلیونیک که وارد گانگلیون ناز و سلیری می شود. اما گانگلیون ناز و سلیری چی هست؟ بعدا خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. دو عصب لانگ سلیری یعنی عصب مژگانی بلند، نگاه کنید اینا عصب مژگانی بلند، من مورد شکل بزرگ هر بکنم این اینا لانگ سلیری. خب این عصب لانگ سلیری که تعدادشون دو یا سه شاخه است که در محل تقاطع عصب ناز و سلیری با عصب اپتیک از عصب ناز و سلیری جدا میشه، یعنی وقتی که عصب ناز و سلیری داره از بالای عصب اپتیک عبور میکنه که بیاد به سمت جدار داخلی کاسه چشم ازش جدا میشه، بعد در اطراف عصب اپتیک میاد به سمت جلو، وقتی که آمد به سمت جلو صلبیه رو سوراخ میکنه و بین اولین و دومین لایه کره چشم میاد به سمت جلو به اولین و دومین لایه کره چشم حس میده. خب سومین شاخه ای که ما داریم برای عصب ناز و سلیری این هست، نگاه کنید عصب اتموئیدال خلفی که همراه با شریان اتموئیدال خلفی میاد وارد مجرای اتموئیدال خلفی می شود و به سینوس های اسفینوئید و اتموئیدال خلفی حس می ده. پس این شد سه تا شاخه. چهارمین شاخه نگاه کنید اینجا این شاخه عصب انفراتروکلار نگاه کنید تحت غرغره ای، وقتی که در حقیقت همون امتداد عصب ناز و سلیری است، وقتی که از عصب ناز و سلیری جدا شد در جدار داخلی کاسه چشم میاد به سمت جلو، نگاه کنید میاد به سمت جلو از زیر غرغره عضله مایل فوقانی، یعنی از زاویه به عبارت دیگر از زاویه تحتانی داخلی کاسه چشم خارج میشه. وقتی که خارج شد میاد به قسمت داخلی پلک ها حس میده، میاد به کیسه اشک حس میده، میاد به سطح طرفی بینی حس میده، به ملتهمه پلک تحتانی هم حس میده. پس عصب انفراتروکلار به قسمت داخلی پلک ها استاد، به سطح طرفی بینی استاد، ارزم به حضور شما که به کیسه عشق حس داد این قسمت های رو حسدهی میکنه. خب ارزم به حضور شما که اما آخرین شاخه عصب ناز سلیری ما این هست، نگاه کنید عصب اتموئیدال قدامی که از طریق
مجرای اطمئنان قدامی. نگاه کنید، از طریق مجرای اطمئنان قدامی که در جدار داخلی کاسه چشم هست، میاد وارد حفره کرانیال قدامی میشه. وقتی که وارد حفره کرانیال قدامی شد، در جلوی کریستا گالیش را یک سوراخی داشتید به نام سوراخ اطمئنان قدامی. میاد از طریق سوراخ اطمئنان قدامی که در جلوی کریستا گالی در حفره کرانیال قدامی هست، وارد حفره بینی میشه. در حفره بینی به دو شاخه تقسیم می شود، یکی عصب بینی داخلی و دیگری عصب بینی خارج. عصب بینی داخلی میاد حس حفره بینی رو تعمیل می کنه، اما عصب بینی خارجی میاد از زیر استخوان‌های نازل از حفره بینی خارج میشه. وقتی که خارج شد، میاد نوک بینی رو حس میده، پوست پره بینی رو حس میده، پوست دهلیز بینی رو هم حس میده. پس به طور کلی این هم شد عصب ناز و سیره یری. پس با این توصیف، عصب افتالمیک حس کره چشم رو تأمین کرد، قده عشق رو حسش رو تأمین کرد، کیسه عشق حسش رو تأمین کرد، حس تلک ها رو تأمین کرد، حس قسمتی از حفره بینی رو تأمین کرد، حس پوست بینی رو تأمین کرد، حس پوست پیشانی رو هم تأمین کرد. این محدوده عصب دهی عصب افتالمیک. خب، اما اعصاب حرکتی، اعصاب حرکتی که ما داریم در حقیقت برای چشم عبارتن از عصب زوج 3 یا اوکولوموتور، عصب زوج 4 تروکلار و عصب زوج 6 یا عصب ابدوسنت. خب این عصب رو ممکن است شما در مبحث نورو هم خونده باشید، چون عمده بحث آن در نورو آناتومی است. عصب اوکولوموتور یا زوج 3 یک عصب حرکتی پاراسمپاتیکی است. هسته حرکتی این عصب در مغز میانی است، اما هسته پاراسمپاتیکی این عصب همون هسته ایدینگر وستفال هست که اون هم در مغز میانی قرار گرفته است. حالا آکسون های این دو عصب، این دو هسته، آکسون های این دو هسته میان تشکیل عصب اوکولوموتور رو میدهند که این عصب اوکولوموتور میاد از مید برین خارج میشود. پس با این توصیف عصب اوکولوموتور ما که شما در اینجا میبینید یک عصبی است که هم حرکتی است و هم پارا سمپاتی. وقتی که از میدبرن خارج شد، میاد در جدار خارجی ناودان سینوس کاورنوس به سمت جلو حرکت می کند. بعد از طریق شکاف اوربیتال فوقانی وارد کاسه چشم میشه.
خب وقتی که وارد کاسه چشم شد، در کاسه چشم به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم میشه، به دو شاخه فوقانی و تحتانی. شاخه فوقانی میاد به عضله بالا برنده پلک فوقانی و راست فوقانی عصب میده. این شاخه فوقانی هست. اما شاخه تحتانی میاد به عضله راست تحتانی، مایل تحتانی و راست داخلی عصب میده. اما رشته های پاراسمپاتیکی این عصب میاد از عصب اوکولوموتور خارج میشه، وارد گانگلیون سلیری میشود و با آکسون نورون های گانگلیون سلیری سیناپس میکنه. الیاف پست گانگلیونیک از گانگلیون سلیری خارج میشه و پیام های پاراسمپاتیکی را به عضلات مژگانی و عضلات تنگ کننده مردمک چشم میبرند. پس پاراسمپاتیک زوج سه و عضلات مژگانی و عضلات تنگ کننده مردمک چشم رفت. اما رشته های حرکتی سوماتیک هم به تمام عضلات خارجی چشم به جز راست خارجی و مایل فوقانی می رود. راست خارجی عصبش عبدسنت بود و مایل فوقانی هم تروکلار یا زوج چار. خب قبلا گفته بودیم اگر عصب اوکولوموتور ما که به صلاح پاراسمپاتیکی و حرکتی هست تحت فشار قرار بگیره یا صدمه ببینه، چه اتفاقی میفته؟ اولا تمام عضلات خارجی چشم به استثناء مایل فوقانی و راست خارجی فلج میشه. خب وقتی که فلج شد چه اتفاقی میفته؟ یکی شخص استرابیسم خارجی میگیره، دو ترشحات ببخشید دو عضلات مژگانی ما فلج میشه، یعنی تطابق عدسی ما به چه به اصطلاح به هم میخوره. سه مردمه که چشم ما تنگ نمیشود. پس بنابراین اینا و چهار پایین افتادن پلک فوقانی رو ما داریم. پس علائم فلج عصب اوکولوموتور چی بود؟ یک، مردمه که چشم تنگ نمیشه. دو، چرا؟ چون عضلات تنگ کننده مردمه که چشم عصبشون که پاراسمپاتیک زوج سه بود فلج شد. دو، عضله بالا برنده پلک فوقانی ما فلج میشه، پایین افتاده پلک فوقانی رو داریم. سه، استرابیسم خارجی رو داریم. چهار، به علت فلج عضلات مژگانی تطابق عدسی ما هم به هم میخورد. اما عصب زوج چهار تروکلار، خب عصبیست حرکتی، هسته حرکتی. این عصب باز کجاست؟ در مید برین است، مغز میانی. آکسون نورون های این هسته یا عصب تروکلار کین باشه از قسمت خلفی میدبرین خارج میشه
منتها عصب تروکلار در میدبرین، عصب تروکلار راست و چپ در میدبرین با هم تقاطع میکنن و بعد از میدبرین خارج میشن. در نتیجه عصب تروکلار سمت راست میاد سمت چپ، سمت چپ میاد سمت راست، بعد میاد توی ناودان سینوس کاورنوس، در جدار خارجی ناودان سینوس کاورنوس به سمت جلو میاد از طریق شکاف اوربیتال فوقانی، نگاه کنید، میاد وارد کاسه چشم میشه و به عضله مایل فوقانی چشم میرود، به این عضله میره. عضله مایل فوقانی چشم رو در حقیقت عصب میده. خب اگر این عصب فلج بشه، عضله مایل فوقانی ما فلج میشه، در نتیجه چشم به سمت پایین و خارج نمیره. و اگر شخص بخواد به زور این عمل رو انجام بدهد، شخص دچار حالت دوبینی میشود، همون که قبلا هم توضیح دادیم. اما عصب عبدوسنت یا زوج شیش، عصب عبدوسنت یا عصب زوج شیش عصبیست حرکتیست. هسته حرکتی عصب عبدوسنت در پل مغز قرار دارد. آکسون نورون های این هسته تحت نام عصب عبدوسنت از شیار پلی بسن و نخایی خارج میشه، میاد توی جدار خارجی ناودان سینوس کاورنوس به سمت جلو، از طریق شکاف اوربیتال فوقانی وارد کاسه چشم میشود و به عضله راست خارجی چشم میرود. اگر عصب عبدوسنت تحت فشار قرار بگیره یا قطع بشود، عضله راست خارجی ما فلج میشه. وقتی فلج شد، شخص دچار استرابیسم داخلی خواهد شد. اما گانگلیون سلیری چیست؟ گانگلیون سلیری همونطور که شما در اینجا هم ملاحظه میکنید، نگاه کن، این هست، یک گانگلیونی هست پاراسمپاتیکی که در رأس کاسه چشم قرار دارد. از نظر ظاهری نگاه کنید، از نظر ظاهر وش شده به عصب ناز و سلیری، یعنی میگیم اما از نظر ظاهری وابسته به عصب ناز و سلیری هست، اما از نظر عمل کردی مربوط به عصب اوکولوموتور هست. خب این گانگلیون چه رشته هایی واردش می شوند؟ یک، رشته های سمپاتیکی باید گانگلیون می شوند. دو، رشته های پاراسمپاتیکی. کدوم پاراسمپاتیک؟ پاراسمپاتیک زوج سوم مغزی. و سه، رشته های حسی از عصب ناز و سلیری به مالد گانگلیون میشه. از این سه دسته رشته فقط رشته های پاراسمپاتیکی هست که با نورون های این گانگلیون سینافس میکند، مابقی سینافس برقرار نمی کند. این رشته های سمپاتیکی و سی سینافس برقرار نمی کند. حالا این سه دسته از گانگلیون خارج میشن، یعنی هم پاراسمپاتیک خارج میشه، پس از سینافس سمپاتیک و حسی هم بدون سینافس خارج میشه. وقتی خارج شدند، مجموعه این شاخه های خارج شده از گانگلیون سلیری را اعصاب مژگانی کوتاه میگن، شورت سلیری نرو میگن. خب اونا که سمپاتیکی هست وارد عروق میشن و همچنین وارد عضله گشاد کننده مردمک چشم،
اونا که حسی هستن خب از من دوباره توی همون کره چشم، حسی کره چشم رو تأمین میکنن. و اما اونهایی که پاراسمپاتیکی هست میان وارد عضله تنگ کننده مردمه که چشم و وارد عضلات مژگانی میشوند. پس بنابراین این مبحث